تظاهرات گسترده هزاران تن از مردم در پایتخت سودان که خواستار انتقال هرچه زودتر قدرت به دولت غیر نظامی شدند، روز جمعه نیز ادامه یافت و صدها تن پس از نماز جمعه در مسجد مهم نزدیک پایتخت در خیابانها دست به تظاهرات زدند که با مقابله پلیس و پرتاب گاز اشکاور روبرو شد. گزارشی از کاوه عدی. گروه های معترض روز جمعه و پس از مراسم نماز در چندین منطقه خارتوم پایتخت سودان گرد آمدند و با سر دادن شعارهای انقلاب انتخاب مردم است از دولت نظامی خواستند گذار به برقراری یک حکومت غیر نظامی را هر چه زودتر عملی کند و خواستار سقوط کامل دولت البشیر شدند. بسیاری از صاحبان حرفه از جمله جامعه مهندسان و حقوقدانان نیز به اعتراضات نشسته در مقابل نیروهای نظامی سودان پیوستند. ما فقط در ظاهر شاهد سقوط رژیم بودیم، چون نمادهای رژیم هنوز دستگیر نشدن و مثل اینه که خون شهیدان ما به هدر میره، چون برای عاملان کشتار مجازاتی نبوده. ما خواهان یک دولت غیر نظامی هستیم که هنوز انجام نشده. ما سعی داریم دولت را از استعمار رژیم آزاد کنیم. ارتش سودان هفته پیش پس از 4 ماه تظاهرات خیابانی علیه عمر البشیر و حکومت 30 ساله او که مملو از فساد و درگیری بوده او را برکنار کرد. البشیر همچنین به اتهام قتل عام و جنایت علیه بشریت توسط دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی برای خشونت در منطقه غربی دارفور تحت تعقیب است. در خیابان‌های خارتوم شمار زنانی نیز که برای آزادی در تظاهرات شرکت کرده‌اند اکنون به نماد یک جنبش اعتراضی خواستار برقراری یک دولت غیر نظامی در سودان تبدیل شده است.